اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خدا اند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. امشب شب 19 و اولین شب قدر، ما جلسه 9 نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم رو خدمت شما تقدیم میکنیم، با خلاصه ای از گفتگوهایی که در 8 شب گذشته داشتیم. در شبهای گذشته گفتیم که داستان سیر انسان داستان چرخه ایمان و عمله. شما مرتب در قرآن کریم به کلمه ایمان و عمل صالح که با همدیگه قرین شدن برخورد میکنیم. البته در این موارد خیلی نادری ایمان به تنهایی اومده، ولی غالبا ایمان و عمل صالح به عنوان چرخه سیر انسان معرفی شده. تنها چیزی که در سیر این عالم در اختیار انسانه و انسان به واسطه این چرخه میتونه بسیاری از چیزهایی که در اختیارش نیست و در اختیار خودش قرار بده، چرخه ایمان و عمل صالح. بحث مفصلی راجع به این چرخه و نحوه عمل کرده این چرخه تو 2 فصل کردیم، چون خیلی از عزیزان امشب شب اولی که تشریف میارن، یه اشاره کوتاهی میکنم به بعضی مطالبی که اینجا نیومده. توی 2 فصل راجع به ایمان و عمل صالح صحبت کردیم. فصل اول الان من موتورم روشن میشه درست میشه. فصل اول این گفتگو این بود که عمل دارای یه روحیه و یه باطنیه. وقتی انسان یه عمل رو انجام میده، این عمل با جانش ممزوج میشه. در نتیجه اگه این عمل عمل صالح باشه، جانو صالح میکنه. در مقابل صالح میگن طالح. میگن عمل طالح باشه، یعنی عمل غیر صالح باشه، جانو غیر صالح میکنه. البته اینطوری نیست که با یه عمل صالح آدم صالح بشه یا برعکس. سیره، سیر عمره، آرام آرام و آهسته آهسته تمام لحظاتی که بر انسان میگذره و اون جوری که انسان تو اون لحظه داره سپری میکنه، لحظات خودش رو سپری میکنه، تمام اون لحظات و اون نحوه بودن انسان شخصیت انسان رو میسازه. این سیر یا به سمت سعادت پیش میره یا به سمت شقا، و قرآن کریم مرتب از این 2 مسیر، یعنی 2 پایان و 2 جاده، جاده سعادت و جاده شقا صحبت میکنه. پس دائما آنچه که ما میکنیم، روح عمل ما در تمام لحظات و ساعات و آنات ما داره با جان ما ممزوج میشه، و به نحو دیگه، به زبان دیگه، ما دائما در حال ساختن خیشتن هستیم. این قدم اول بود. توی قدم دوم یه فصل دومی رو باز کردیم از این گفتگو. گفتیم که حالا یه عمق دیگه ای هم این چرخه داره. اون عمق ثانویش این بود که جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. شما وقتی که خواسته دیگری رو بر خواسته خودتون برمیگزینی، به همون اندازه اون یه دونه خواسته ای که خودتون رو کنار میذارید و دیگری رو بر خودتون برمیگزینید، به همون اندازه از خودتون میگذرید. اینو ما هممون میفهمیم دیگه، از خود گذشتگیه. حالا این از خود گذشتگی ممکنه در حد یه کار خیلی کوچک باشه، ممکنه در اوج خودش از خود گذشتگی انسان از جان خودش هم ممکنه بگذره. در نتیجه مؤمن در سیر عمل صالح به اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه. شما در تمام این 19 روزی که گذشت،
به اختیار خودتون از خودتون سلب اختیار کردید. همه اختیار دارین که از صبح تا شب هم بخورید و هم بیاشامید، ولی این کارو نکردین. اختیار یک کس دیگه رو برای اختیار خودتون برگزیدید. در سیر کسب رزق و روزی انسان میتونه یه جوری رزق و روزی کسب کنه که هر پولی رو از هر جایی به هر نحوی در بیاره، میتونم در یه چارچوبی حرکت بکنه که بگه خداوند به من اجازه نمیده که هر نوع رزقی رو وارد زندگیم کنم. حالا ما که آدمای مذهبی هستیم اینجوری میگیم، حتی ممکنه بگه انسانیت به من اجازه نمیده، باشه، اونم دوباره سیر ایمان و عمل صالحه. پس در این سیر انسان با اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه. اینم قدم بعدی بود که برداشتیم. گفتیم آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی هم داره یک حقیقتی رو اعلام میکنه. این قدم‌های بعدی بود که شب‌های بعد برداشتیم. حالا خیلی فشرده دارم عرض میکنم، هر کدوم از این سرفصل‌ها بعضیاش یک شب بعضیاش دو شب راجبش گفتگو کردیم دیگه، حالا عذرخواهی میکنم که نمیشه اونا رو تکرار کنیم مفصل. لاله سر نخاش همینو که عرض میکنم. این آیه ما رو کشون به یه فصل دیگری از گفتگو، یه جای دیگری از گفتگو به نام داستان محبت. دیدیم که این آیه هم داره از داستان محبت حرف میزنه. ما از سیر محبت حرف زدیم، گفتیم که محبت چه میکنه با انسان. بعد دیدیم قرآن کریم هم دقیقا داره از این سیر صحبت میکنه، میگه اگه حب الله رو دارید، اگه الله رو دوست دارید، اینجا البته یک فاصله ای وجود داره، امشب اون فاصله رو پر میکنیم. دیشب به یه جهتی من یه توضیحاتی دادم، وقتش امشب بود، ولی یه جهتی داشت، حالا شب گذشته، امشب مفصلش عرض میکنم. تا اینجا شما فرض کنید که ما حب الله رو داریم، الان اشکال نکنید که ما اصلا الله رو نمیشناسیم، مثلا حبش هم نداریم، خیلی هم اعصابمون از دست الله خورده، یعنی که هرچی دعا میکنیم که مستجاب نمیکنه، هرچی نمیدونم فکر میکنیم. حالا این تیکر رو داشته باشیم، امشب شرحش رو میخواییم بگیم. فرض کنید ما حب الله رو داریم. خب میگه اگه حب الله رو دارید، ان کنتم تحبون الله، از من یعنی پیامبر تبعیت کنید. از پیامبر تبعیت کنید و شرح دادیم از بیانات مرحوم علامه طباطبایی، گفتیم تبعیت قرآن کریم این تبعیت رو حتی چارچوبش هم معین میکنه. میگه یسلمو تسلیما یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اونجا میگه سلمو تسلیما، تسلیم پیامبر بشید. حالا تسلیم پیامبر شدن به چه معناست؟ تسلیم پیامبر شدن به این معناست که اراده تو در اراده اون فانی بشه. آدم تسلیم یکی میشه یعنی چی؟ هر کاری اون میگه میگه چشم، این شد فنای اراده. بعد گفتیم داستانی که توی این سیر اتفاق میفته اینه که مسئله قراردادی نیست، یه واقعیت هایی توی این عالم اتفاق میفته توی این سیر. اون واقعیت ها چیه؟ اون واقعیت ها ایناست که اگر شما تسلیم بشی، یعنی اراده نمی کنی جزان چرا که او اراده میکنه، نمیخوای جزان چرا که او میخواد. خب این اتفاق که میفته چیه؟ اینو توی بسته‌بندی داشته باشیم. تا اینجا باید بدانیم، دیشب هم شرح دادیم، که پیامبر یه شخص نیست. نه اینکه پیامبر شخص نبوده، پیامبر یه شخصه، اما وقتی میگه از پیامبر تبعیت کن، اینجا پیامبر شخص نیست. ببینید یه رئیس جمهور دیگه یه شخص نیست. لذا اگه مثلا به رئیس جمهور یه مملکت توهین کنن، به مردم اون مملکت توهین کردن. پرچم دیگه یه پارچه نیست، پرچم یه نماده. اگه به پرچم یک کشور توهین کنن، به مردم اون کشور توهین کردن. پیامبر درسته که یه شخصه، بخب رئیس جمهور هم یه شخصه، پرچم هم یه پارچه است دیگه، ولی پرچم پارچه وقتی میگیم نیست، منظورم نیست که از جنس پارچه نیست، منظورم اینه که اینجا دیگه جایگاه پرچم یه جایگاه دیگه است. جایگاه پیامبر جایگاه یه شخص نیست که ما ازش تبعیت کنیم بعد بگیم آقا ما اینقدر تجربه کردیم از این تبعیت ها، پدر ما رو با این تبعیت ها در طول تاریخ در آوردن، یه آدمی رو نشوندن یه جایی گفتن ازش تبعیت کنیم، تبعیت کردیم، بدبخت شدیم. اینجوری نیست. پیامبر یه شخصیتی است که هیچ هدفی نداره جز طلب بچه پروردگار و رویگردانی تام و تمام از دنیا. این شخصیت پیامبره که انشالله امشب تو قسمت شب قدر خدمتتون توضیح میدم از زبان امیرالمومنین که پیامبر چگونه بود. محب خواستار دوستی محبوبه و برطرف شدن حجاب و مانع. یه شب هم راجع به این صحبت کردیم در داستان محبت.
گفتیم در داستان محبت وقتی یک کسی حب به یک کسی رو پیدا میکنه، تنها خواستش اینه که بین اون و این هیچ مانعی نباشه. محبوب در این آیه که خوندیم وعده داد، گفت اگر اینو میخواین بعد تابع پیامبر باشه. اما یه مانع در کاره. اون مانع چیه؟ یه مانعی اصلا در دنیای محبت یه مانعی در کاره. قرآن کریم میفهمد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. برمیگردیم نقطه سر خط. حالا دوستانی هم که تازه تشوردن اصلا فرض کنین حرفا رو نزدیم، از اول میخوایم شروع کنیم. انسان یه مانع اساسی داره. اون مانع چیه؟ میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این آیه داره میگه که شما یه اعمالی انجام دادین که این اعمالی که به طور استمراری انجام دادین، استمراریش توی ماکان و یکسبونه، به این فرمول میگن فرمول ماضی استمراری. شما در طول زندگیتون یه جوری زندگی کردین و رفتار کردین و اعمالی رو انجام دادین که این اعمال مثل یه لایه‌ای روی قلب شما نشسته. قلب مرکز ادراک انسانه، مرکز ادراک تجربی انسانه. انسان با کمک قلب درک میکنه، تجربه میکنه، مییابه. این یافتن و تجربه کردن کار قلبه. قلب رین گرفته. رین یعنی یه لایه که روی یه چیزی میشینه. نتیجه تبعیت از رسول برطرف شدن تنها حجاب یعنی ذنوبه. ذنوب اعمالی هن. اینا همه آیات قرآن ها، از خودمون در نیاوردیم، آیاتش قبلا گفتیم. چون فرمود که یا ایها الذين آمنوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اگه تابع پیغمبر بشید اتفاقات که میفته اینه: یک، الله هم شما رو دوست میداره. دو، گناهانتون رو میبخشه. گناهان کارشون چی بود؟ ذنوب کارشون این بود که لایه بر روی مرکز ادراک نشسته بودن، من نمیتوانستم حقایق عالم رو درک کنم. این داستان ذنوب بود. تبعیت از پیامبر در پیمودن مسیر پیامبره. پیامبر شخص نیست، پیامبر یه مسیر رو معرفی کرده که من و شما که انسان هستیم وقتی به این مسیر نگاه میکنیم لذت میبریم از تماشاش، به شرط که البته مسیر رو درست بهمون نشون بدن. مسیر پیامبر رو ها، نه مسیری رو که ما مسلمون رو از خودمون درآوردیم. دیشب عرض کردم به عقیده بنده، من یه عقیده ای دارم، این عقیده محصول 33 سال از عمرمه که وقت عمرم رو تو این کار گذاشتم. محصول تمام عمر من اینه. دشمن اسلام، اسلام دو تا دشمن بزرگ داره، یکی این اسلام موجود، یکی هم مسلمونا. اینا بزرگترین دشمنان اسلام. اگه مسلمونا اعلام کنن که این رفتار و اعمال ما ربطی به اسلام نداره، مردم جهان همه میگن این اعمال ما، قالب اعمال ما ربطی به اسلام نداره. اون اسلامی که پیغمبر داشت، اون اسلامی که علی مرتضی داشت، اون اسلامی که توی نهج البلاغه است، اون اسلامی که در سراسر ادعیه صحیفه سجادیه مشاهده میشه، این اسلام اسلامیه که به هر آدمی اینو ارائهش کنی عاشقش میشه. دست شما نه، این لپتاپ من نفتیه، اون برقش قطع شد، این وسط کاری هم همه سیستم تعطیل. تبعیت از پیامبر در پیمودن مسیر ایشان یعنی چی؟ یعنی اطاعت از الله تعالی در جاده که نامش شریعته. شریعت جاده‌ایه که پیغمبر آورده. شریعت هم یه ظاهری داره یه باطنی. من انشالله دهه سوم که البته اینجا نیستم، جایی دیگه، ولی صوتاش به دستتون میرسه اگه تعلیمان داشته باشین، ده شب میخوام راجع به همین مسئله صحبت کنم که به عقیده بنده مهمترین گفتگو در روزگار فعلی ما این مسئله است که شریعت ظاهری داره و باطنی، و راه شریعت راه دستیابی به باطن با حفظ ظاهره، نه اینکه ظاهر رو کنار بزنی. ظاهر همین یکی هست، همین رفتاری که ما داریم، همین دعا، همین نماز، همین روزه، همین زیارت، همین حج، همین قرض الحسنه، همین حقوق شرعی، همین هایی که به نام دین از کودکی پدر و مادرهای ما به ما آموزش دادن. ولی اینا یه چیزی تو باطن خودش داره که اون باطن هدف دینه، که اگه اون باطن بهش دسترسی پیدا نشه نه تنها این ظاهر کار نمیکنه بلکه تخریب میکنه. دوستانی که با این گفتگوهای ما آشنا میدونن، بارها بنده از قول مرحوم علامه طباطبایی نقل کردم که علامه طباطبایی میگه اگر کسی علت سقوط و انحطاط مسلمانان عمل کردن به ظواهر دین و روی برگرداندن از باطن دینه. بعد از این سخت‌تر تو دو سه جمله بعدش میگه
میگه اصلا همینه که باعث میراندن و کشتن هدف دین شده و انسانیت، این دوتا رو نام میبره. میگه این عمل به ظواهر و پشت کردن به باطن باعث کشتن دین و انسانیت شده. و در پایان این گفتگوش میگه که کسانی که این گونه هستن آیات خدا رو مسخره کردن. یعنی ملائکه تماشا میکنن به دینداری این روزگار، میگن مسخره کردین خدا رو با این دینداریتون. این پیام مرحوم علامه طباطبایی به نحوه رفتار مسلمانان این روزگار. راه شریعت راه دستیابی به باطن با حفظ ظاهره، خروج از توهم سعادت که فقط سعادتمند ماییم. خب یهودی هم همینو میگفتن، میگفتن که هیچ کس وارد بهش نمیشه جز یهودی ها و ما هم عذاب نمیشیم مگه 40 روز. اون 40 روز هم به حساب اون 40 روز گوساله پرستی شد. این خلاصه گفتگوهایی که در 8 شب گذشته بود، خیلی البته دیگه حالا خلاصه بود، فقط یه سرنخی بود از اون چیزی که گفتیم. حالا امشب میخوایم یه فصل دیگه از این گفتگو رو مطرح کنیم که شاید مهمترین عرایضی که ما تو این شب‌ها داشتیم امشب و فردا شبه که پایان جلسه ما هست. تا اینجا گفتیم جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. انسان باید در انتخاب اراده الهی از خودش بگذره. از خود گذشتن در جاده محبت رخ میده. آدم فقط تو فضای محبت از خودش میگذره. برام شما میدید مادر از خودش میگذره برای فرزندش، پدر از خودش میگذره برای فرزندش، ولی یه وقتایی مثلا دو تا برادر ممکنه از هم دیگه نگذرن، شدت گذشتشون کمتره. آدم نسبت به رفیقش باز شدت گذشتش کمتره، به همسایش کمتره، به یه آدمی که نمیشناسه دیگه گذشتی نداره، چون رشته محبت بینشون برقرار نشده که بخواد از خودش بگذره. و محبت چیه؟ یه شب توضیح دادیم، گفتیم محبت جذب شدن نفس به سوی کماله. این تعریف محبته. خداوند فطرت انسانو بر اساس حب کمال سرشته. آدما کمالو دوست دارن، برای همین آدما خونه ملکی رو دوست دارن نه خونه اجاره ای رو، چون خونه اجاره ای کمال زمانی نداره، موقته، از آدم میگیرن. ماشین ملکی رو دوست دارن نه ماشین اجاره ای رو، چون ماشین اجاره ای رو از آدم میگیرن. آدم ها چیز فانی رو دوست ندارن، باقی رو دوست دارن، برای همین اجاره ای رو دوست ندارن. آدم ها ماشین تصادفی رو دوست ندارن، ماشین 0 کیلومتر بیشتر از ماشین دست دوم دوست دارن. اگه مشکل مالی نداشته باشن معمولا ماشین دست دوم نمیخرن، چون استفاده شده اون کمالش در نو بودنشه. و و الی آخر. فطرت آدم چهره زیبا رو دوست داره، آدم بوی خوش رو دوست داره، آدم صدای بلبل رو دوست داره. جذب شدن نفس به سمت کمال میشه محبت. اصلا دست من و شما نیست، من و شما نمیتونیم بگیم نه من نمیخوام نفسم به سمت، ما بالاخره منظره زیبا رو ببینیم، عاشق منظره زیبا. مگه یه باران اومده باشه آسمان زیبا رو تماشا میکنی همه میگن بعد چقدر آسمون زیباست. و الاخ انسان بر اساس ساختار وجودیش که نامش فطرته اصلا به سوی کمال جذب میشه به طور طبیعی. خب حالا سیر انسان به سوی کمال به این ترتیبه که دائما در رسیدن به هر کمالی پس از مدت کوتاه یا بلند یه کمال بالاتر رو طلب میکنه. خودتون تجربه کردین اینو یا نه؟ آدم هر چیزی که میخواد وقتی بهش میرسه بعد یه مدت کیفوره، بعد باز یه چیز بهتر از اون رو میخواد. مثلا اول زندگیش میشه میگه کاش میشد یه خونه بتونیم اجاره کنیم، حالا بعد که مثلا اجاره میکنه میگه کاش بخریم، بعد حالا یه خونه 70 متری میخره تا یه مدت خوشحاله، بعد میگه کاش مثلا 150 متر باشه. تمومی نداره دیگه. توی سیر علم تمومی داره، مثلا یه علمی رو کسب کردین دیگه تموم شد، مگه یکی از علم بعدش بیاد بگه دیگه حالا مثلا این لیسانس رو گرفتیم شرش کمده شد. ولی حالا اگه واقعا عاشق علم باشه تو مسیر علم آدم هیچ جایی میگه بسته. هیچ وقت آدم تو وقت عشق به علم داشته باشه، در عشق پول و ثروت هیچ وقت نمیگه بسه، در عشق مقام، هر مقامی رو کسب میکنه یه مقام بالاترش رو میخواد. انسان در هیچ چیزی متوقف نیست، دائما در حرکته، دائما کمال بالاتری رو طلب میکنه. خب این یه چیز طبیعیه، به خودمون هم که فکر میکنیم ما رو معنی میده. و این کمال طلبی هم آخر نداره، پایان نداره. شاید با تأمل در این گفتار ما بتونیم بگیم که انسان به دنبال کانون کماله. یکم فکر کنین همینطوری هست یا نه. کانون کمال، شما چقدر پول میخواین؟ هرچی بیشتر بهتر نیست اینطوری؟ چرا؟
چون میخوایم یه پولی داشته باشیم که دیگه تموم نشه، همه حوایجمون رو باش برآورده کنیم. این میشه کانون کمال دیگه. یعنی ما دنبال یه چیزی هستیم که همه حوایجمون رو باش برآورده کنیم، هیچ وقت هم تموم نشه. این به داستانهامون و افسانه‌هامون و اینام سرایت کرده. از قدیم به دنبال کیمیا میگشتن پدر بزرگامون. دنبال کیمیا گشتن برای اینه. کیمیا تو نظر اونا چیزی بوده که میزدن به فلز میشده طلا. حالا بوده یا نبوده شو کاری نداریم، ولی این تصورشون این بوده دیگه. یه عده میرفتن دنبال طلا میگشتن، اما یه عده دنبال کیمیا میگشتن. این کیمیا اون دیگه ریشه طلا رو میخواسته، طلا ساز میخواسته. ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد. انسان به دنبال کانون کماله، یه چشمه ای میخواد که تموم نشه. این جستجو در جانش نوشته شده. برای همینه که آدم ها هیچ وقت توقف نمی کنن، همش در حال حرکتن. اصلا اگه دقت کنید عالم دائما در حال حرکت، دائما خاک در حال تلاش برای اینکه تبدیل به گیاه بشه، گیاهان در حال تلاشن برای اینکه به یه طور بالاتری از خلقت به نام حیوان دسترسی پیدا کنن، حیوانات به دنبال تلاشن تا به یه طور بالاتر خلقت یعنی انسان دسترسی پیدا کنن. قرآن کریم انسان رو بر اساس فطرتش سیر میده، به خلاف تربیت‌های ما که زورکیه. ما نه تربیت بلدیم، ما نه خودمون رو میشناسیم، نه انسان رو میشناسیم، نه تربیت رو میشناسیم، نه اسلام رو میشناسیم. من خودم اعتقاد دارم که هیچ کس، ما اصلا مرتد نداریم. مرتد میگن الان جامعه بس کنه که مثلا این مرتد شده بعد اعدامش کنی. من اعتقاد دارم اصلا مرتد ما نداریم، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اصلا اسلام رو طرف نمیشناسه که از اسلام برگرده. کسی که چیزی رو نمیشناسه، بله اسلام خوشناسنامه مسلمونه، ولی اصلا اسلام نه باباش هم نشناخته، خودش هم نشناخته، بابا بزرگش هم نشناخته بود. ما تربیت همون بر اساس جهله، نتایجش هم این وضعیتیه که داریم دیگه، وضعیت تربیتیه که داریم، این نتایج تربیت بر اساس جهله. اما قرآن کریم دستورالعمل زورکی به آدم نمیده، دستورالعملی میده که بر اساس فطرت انسان نوشته شده. قرآن کریم از کانون کمال حرف میزنه، دقیقا دستشو میذاره رو اون نقطهی که ما اونو میخواییم. ما کانون کمال رو میخواییم، ما ثروتی رو میخواییم که تموم نشه، قدرتی رو میخواییم که تموم نشه، شادی رو میخواییم که هیچگاه منتهی به غم نشه، سلامتی رو میخواییم که هیچگاه به بیماری منتهی نشه، ما عمری رو میخواییم که جاودانه باشه. از قدیم بشر به دنبال جاودانگی میگشته، دنبال کانون کمال میگشته دیگه. قرآن کریم هم دقیقاً بر اساس فطرت میاد دست روی همین نقطه خواست ما میذاره، میگه یه چیزی شما میخوای اون پیش منه، کانون کمال رو میخوای، نامش اللهه. بعد در سراسر قرآن کریم الله رو معرفی میکنه. این روزایی که دارین قرآن تلاوت میکنین یه کمی یه رو وقت اضافه تر بذارید، نگاه کنید ببینید داره از الله چی میگه. اگه چیزی غیر از این دیدید هر چی دلتون خواست به من بگید، که قرآن از اول تا آخر داره الله رو معرفی میکنه. الله که این کارو میکنه، الله، الله الذی، الله الذی، الله هو الذی، هو الذی، هو الذی جعل اللیل لباسا و الشمس، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، هو الذی خلقکم من تراب، هو الذی، هو الذی. دائما داره الله، یا میگه هو الذی، یا میگه الله الذی، یا میگه هو الله، دائما داره از الله حرف میزنه. پرکاربردترین کلمه در قرآن کریم، حالا بجز حروف کلمه، بجز حروف کلمات مثل اسامی، پرکاربردترین اسم در بین اسامی و افعال، پرکاربردترین کلمه، کلمه اللهه. تمامی قرآن کریم شرح حقیقت اللهه. به بیان دیگه قرآن کریم شناسنامه اللهه. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. این آیات آخر سوره 8
که یکی از بهترین معرفی نامه های اللهه، همون که پیغمبر فرمود سوره توحید و آیات اول سوره حدید و آیات آخر سوره هشت در آخر الزمان سرش معلوم میشه، اقوام متعمقی میان که فهم این آیاتو پیدا میکنن. حالا خیلی خلاصه این آیات چی میگن؟ لازم نیست همه قرآن رو بخونیم، همین چند تا آیه کافی. الف و لام رو نگاه کنید. من یه نکته، دو تا نکته ساده ادبی خدمت شما میگم، با همین دو تا نکته ساده از این به بعد قرآن خوندنتون عوض میشه. تا اینا رو میدونستید که خب میدونستین، اگه نمیدونستین با همین دو تا نکته ساده یه جور دیگه قرآن بخونید از این به بعد. الف و لام رو نگاه کنید. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس. ببینید همه این کلمات که اینجاست ال داره. نام این الف و لام، الف و لام ماهیته. من بهش میگم هویت. با اجازه خودم اسمش رو گذاشتم هویت، چون هیچ کی اجازه نمیده که خودم گذاشت. الف و لام هویت یا ماهی. این الف و لام تو زبان عربی دارای معنای حصره. یعنی مثلا اگه شما بگید علیون عالمون، معنی عربیش میشه علی عالم است. اما اگه بگید علیون العالم، میشه فقط علی عالمه. اینو بهش میگن حصر. دومین معنایی که به جمله میده اینه که اگر این الف و لام 16 تا معنی میتونه داشته باشه، اگه معنی ماهیت داشته باشه ترجمهش یه جوره دیگه میشه، اصلا میره یه جای دیگه. اینطوری میشه ترجمهش، میشه وقتی، حالا راجع به علیون که نمیتونیم بگیم ولی راجع به این کلمات میتونیم بگیم، وقتی میگه خداوند ملکه، معنیش میشه خداوند پادشاهه. اما اگه بگید خداوند الملکه، میشه خداوند هویت پادشاهیه. پادشاه بودن با هویت پادشاهی یه فرق اساسی داره از زمین تا عرش. پادشاه پادشاهه، اما هویت پادشاهی یعنی این شخصیت پادشاهی میده، پادشاهی میگیره. یعنی هر کس در عالم پادشاه شده اون بهش پادشاهی داده. این میشه الملک. بقیهشو نگاه کنید، همشون ال دارن. یعنی تمام این صفات که اینجا میبینید و صفات که اینجا نمیبینید جای دیگه قرآن کریمه، تمام این صفات هویتشون از آن اللهه. الله هویت صفاته. ممکنه شما به من بگید همین الان خودت گفتی الف و لام 16 تا معنی داره، از کجا معلوم این ماهیته؟ شاید اون 15 تای دیگه باشه. میگم توضیح مطلب رو ملاحظه بفرمایید ببینید قبول میکنی یا نه. وقتی میگیم الله تعالی الملکه، معناش این نیست که پادشاهه. این خیلی کوچیک کردن الله تعالی است. خیلی ها تو عالم پادشاه بودن، همین الان هم هست، اینکه کمال نشد که علت سر الملک داره میگه هویت پادشاهیه. یعنی چی هویت پادشاهی؟ وقتی میگید الله العزیزه، معناش نیست که خداوند دارای عزته. خیلی ها تو عالم دارای عزت بودن، هم عزتهای ظاهری مثل قدرتها و ثروتها، هم عزتهای حقیقی مثل معنویتها و دانشها و شرافتهای انسانی. اما وقتی میگید العزیزه، معنیش اینطوری میشه که هویت عزته. میگید بازم نشد که هویت عزت یعنی چی؟ میگم هویت پادشاهی و عزت و هر صفت دیگه ایه که سرش ال اومده. یعنی چی؟ یعنی اونه که پادشاهی میده، پادشاهی میگیره، عزت میده، عزت میگیره، اونه که ذلیل میکنه. میگید از کجا میگی؟ میگم از خود قرآن میگم. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. همینو نمیگه؟ من گفتم یا قرآن گفت؟ میگه که بگو یا الله، ای الله، تو مالک ملکی. یعنی چی هستی؟ یعنی به هر کی بخوای سلطنت میدی، از هر کی بخوای سلطنت میگیری، به هر کی میخوای عزت میدی، از هر کی بخوای عزت رو میگیری.
این میشه ماهیت سلطنت، ماهیت عزت. و انسان دنبال چیه؟ دنبال کانون کمال. و من بارها گفتم و بار دیگر میگویم که این بحث اصلا استدلالی نیست. شما هیچ استدلالی نشنیدین تا اینجا، فقط تنبهه. ممکنه یکی بگه که از کجا میگی؟ نمیدونم، الان شبه، بریم بیرون تماشا کنید. استدلال کردم، یه خبر دادم فقط، الان شبه، شما میتونید از اینجا برید بیرون تماشا کنید ببینید شب هست یا نیست دیگه. این استدلال نیست که، این فقط خبره. و قرآن کریم دائما اینجوری داره با آدم ها حرف میزنه، یه حقیقتی رو معرفی میکنه. به پیغمبر هم اینجا نگفته پیغمبر استدلال کن، هم میگه پیغمبر تذکر بده. تذکر یعنی چی؟ یعنی متوجهشون کن به یه چیزی که هست. ذکرینه دیگه، ذکر در مقابل غفلته، یعنی آدم ها غافلن، تو بهشون تذکر بده. بعد به پیغمبر میگه این انت الا مذکر، تو فقط مذکری. انسان به دنبال کانون کماله و این جستجو در فطرتش نوشته شده. قرآن کریم از کانون کمال حرف میزنه، نامشو میذاره الله. قرآن کریم انسانی رو که بر اساس فطرتش به دنبال کانون کماله متوجه شخصیتی به نام الله میکنه. قرآن کریم الله مصدر، مبدا و منشأ و سرچشمه هستی نام میبره. و کار انبیا فقط توجه دادن به این حقیقته. نمیخوام ارزش استدلال رو کم کنم. استدلال یه وقتی منجر به تجربه میشه، اونجا ارزش داره. ولی استدلالی که منجر به تجربه نشه چی؟ دیدیم با بعضی آدم ها حرف میزنی 100 تا دلیل میره آخر حرف خودشو میزنه. تو زندگی مواجه شدیم دیگه، خودمونم یه وقتا اینجوریم، دیگران ما رو اینجوری میبینن، 100 تا دلیل برای ما آوردن، ما بازم حرف خودمون رو میزنیم. استدلال که جواب نمیده که. 1000 تا دلیل بیار برای یه آدم شکمو که پرخوری بده، قبولم داره ولی عمل نمیکنه. خداوند در یک بیان حصری به پیغمبر میگه پیغمبر تذکر بده، تو فقط تذکر دهنده هستی. و ذکر، انما انت مذکر، این انما رو بهش میگن عدات حصر. سوره غاشیه 21. داستان توجه دادن انسان ها به یه چیزی است که هست. استدلال نمیشه که. و از اونجایی که حالا بعضی از بزرگواران هم اینجا نشستن میدونم، بزرگان فلسفه و عرفان میگن این حرف رو دیگه، میگه که اثبات حق تعالی، حق تعالی نمیشه اثبات کرد، نمیشه انکار کرد. عرف اشیاء که نمیشه تعریف کرد، استدلال برش نمیشه آورد. معرف باید اجلای از معرف باشه، خدا رو با چی میخوای بهش معرفی کنی؟ امام حسین میگه علی غیر کمن از ظهور کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. دعای عرفه نخوندید؟ چطوری استدلال کنم بر تو به چیزی که در وجودش به تو مفتقره؟ اونو میخوام استدلال کنم به تو. از اونجایی که ذکر نقطه مقابل غفلته، بیماری اصلی انسان و دلیل نپذیرفتن دعوت الهی غفلته. چرا آدمو مگه نمیگی یه چیزیه که هست؟ بله. پس چرا نمیپذیرن؟ چون غافلن. خیلی چیزا دور و بر ما هست، بهش توجه نداریم. توی این عدم توجه، این آقایون، ما مردا خیلی بی‌توجهیم دیگه. دقت کردین که مثلا یه مهمونی میریم به ما میگن که اون ظرف رو تو کمد دیدی؟ میگیم کدوم کمد؟ ما کلا کمدشو ندیدیم مثلا، چرا ظرفش؟ خب اون کموده اونجا بوده، ظرف هم توی کموده بوده، ما اصلا کمودو ندیدیمش. چطور ندیدیم؟ چون حواسمون نبوده، حواسمون به جای دیگه بود. غفلت این است که یه چیزی هست شما ازش غافلی. انبیا فقط اومدن یه تلنگر بزنن، ان انت الا نذیر، پیغمبر تو فقط نذیری. انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده ای. ببینم مگه در علوم روز از خانم دکتر بپرسم، اگه راست کنم یه تاییدی من بکنیم، مگه در علم روانشناسی شما یه چیز رو ایجاد میکنی یا فقط متوجهش میکنی به چیزی که خودش متوجه نیست؟
غیر از این شما در معالجه غیر از این کاری میکنید؟ این تمام علم روانشناسی. علم روانشناسی که یک خلقی که ایجاد نمیکنه، که یه چیزی اون متوجهش نیست متوجهش میکنه، یه پنجره ای که از اون پنجره میتونست به زندگیش نگاه کنه ناراحتیش برطرف بشه، اون پنجره رو براش باز میکنه، میگه از این پنجره نگاه کن. بله مثلا مشکلشو که حل نمیکنه که روانشناس. که دلیل نپذیرفتن غفلته. تمام داستان داستان غفلته. این آیات رو نگاه کنید ببینید چقدر فوق‌العاده است. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول بالغدو والآصال. قرآن کریم شفای دردهاست. من تو دوران نوجوانی خطبه متقین رو خونده بودم که امیرالمومنین فرموده که نیمه های شب بیدار میشن، یتلون اجزاء القرآن، آیات قرآن رو تلاوت میکنن و از آیات قرآن شفای دردهاشون رو طلب میکنن. چه خودم میگفتم که ما این قرآن رو میخونیم ولی شفای دردی ما توش نمیبینیم. بعدها فهمیدم چی میگه. شما الان این آیات رو نگاه کنید ببینید شفای دردها رو امشب میشنوید از قرآن یا نه. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. دو تا آیه از کنار همه فوق‌العاده است. درد ما و دوای ما رو میگه. وذکر ربک فی نفسک میگه پروردگارتو در جانت یاد کن. حالا من حاشیه زیاد نمیخوام برم چون اینا بعضی وقتا یک عبارتش یه جلسه کار داره. اولا داره میگه در جانت یاد کن. پس پروردگار رو در جان باید یافت. خب اینو داشته باشید، آخر جلسه فردا معلوم میشه چرا میگه فی نفسک. پروردگارتو در جانت یاد کن. این سخن فوق‌العاده که فوق‌العادگیشو فردا شب میگم بیانگر این حقیقت که جایگاه پروردگار در درون جان انسانه. یعنی انسان وقتی به فضای درونی خودش مراجعه کنه پروردگار رو اونجا میابه. حالا چگونه؟ فردا شب انشاءالله میگم. چیزی که در درون جان انسانه هرگز از انسان مخفی نیست. غیر از اینه آدم چیزی که هرگز ازش مخفی نیست خودشه دیگه. آدم آگاهی انسان، بالاترین آگاهی انسان به خیشتنشه. البته معنی این حرفی نیست که خودش از همه گوشه و زوایای خودش مطلعه ها، ولی بالاخره وقتی نسبت بندی میکنه مثلا اطلاعات من نسبت به جهان و نسبت به خودم، نسبت به خودم نسبت به شما، مسلما من از جان خودم از سیر خودم آگاهم. تنها دلیل توجه نکردن به حقیقت که در درون جان انسان غفلته. چرا؟ مگه آیه نگفت آخرش غفلت؟ گفت ولا تکن من الغافلین. پروردگارتو در جانت یاد کن، غافل نباش. غافل نباش یعنی چی؟ یعنی پروردگارت توی جانته ولی تو غافلی، بهش توجه نداری. غفلت نقطه مقابل ذکره. به همین دلیل آیه شریفه پس از دستور وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا میگه ولا تکن من الغافلین، در جمع غافلان نباش. زندگی ما رو به خودش برده. عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ما از صبح تا شب که بیدار میشیم مشغول بیرون خودمون هستیم. خیلی کم پیش میاد که به خودمون بپردازیم. خیلی فرصت های پرداختن به خیشتن برای ما کمه. چیزی رو که قراره بگذاریم و برویم همه وقتمون صرف اون شده. چیزی رو که قراره تا ابد با خودمون ببریم و از همه چیزم بیشتر دوستش داریم و اون خودمون هستیم، از خودمون غافلیم. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی. بعد میگه وذکر ربک فی نفسه، پروردگارتو در درون جانت یاد کن. تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول، به زاری و آواز بلند نه، با صدای آهسته نه، با صدای بلند. این میگه صلوات بفرست صدات به کربلا برسه. من هنوز نفهمیدم از کجا میگن اینو، مثلا عربده بکشیم. بعد میگه بند جیگرت بگو. بند جیگر نفهمیدم از کجای وجود آدم، از بند جیگر چجوری میشه آدم فریاد بزنه. این میگه آهسته صدا بزن. خب
بالقدوه و الاصال، در درون جانت بامدادان و شامگاهان. بقیده بنده این تعبیر ناظر به دوام ذکر. زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب، یعنی دائما. حالا بگید نه همون صبح و شب، قبول، ولی داره میگه ولا تکن من الغافلین، غافل نباش. غافل نباش اشاره به دوام ذکر میکنه. داره به ما یه دستورالعملی میده به نام دوام ذکر. همین الان تکلیفمون رو روشن میکنم که ما نمیتونیم انجامش بدیم. مگه میشه یه دستورالعملی بده که ما نتونیم؟ بله ما نمیتونیم، الان نمیتونیم، فردا شب باید صبر کنیم ببینید تو فردا شب. مثل این فیلم های کره‌ای دارم اینجوری حرف میزنم که آخر سریال شما فردا شبم بیاین. اومدین خیر مردم، نیومدین هم نیومدین. ما حرف خودمون رو میزنیم. آنچه آیه، اون که روزیشه میاد، اون چیزی که آیه از ما طلب میکنه دوام ذکره. اگه نیومدین صوتش رو گوش بدین فردا شب، یه صوت 35 40 دقیقه بیشتر نیست. اون چیزی که آیه از ما طلب میکنه دوام ذکر در جانه. میگه راه نجات اینه. خب باید حتما ما بتونیم دیگه که میگه، ولی ما وقتی الان به خودمون مراجعه میکنیم خدا وکیلی ما نمیتونیم دائم ذکر باشیم دیگه. نه ما اصلا دائم نسبت به هیچ چی نمیتونیم باشیم، حوصله‌مون سر میره. بهترین چیز عالم هم که دوست داریم نمیتونیم دائما اونجا باشیم، حوصله‌مون سر میره، میگه از کاری به کار دیگه. دوام ذکر و پرهیز از غفلت. قرآن کریم در موارد فراوان میاد آثار غفلت رو به ما میگه که خیلی عجیبه آثار این غفلت. یه موردشو بگیم عرض امشبمون تمام. قرآن کریم به ما میگه ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. من گمان میکنم اغلب شما بزرگوار این آیه رو شنیده باشید. این آیه خیلی آیه عجیبیه. اول بسم الله میگه که ما بسیاری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. چی شد؟ بسیاری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. عجب. زرعنا یعنی خلق. ده تا علامت سوال میاد روی کله آدم. یه صبر کن. با توجه به اینکه سیر انسان در چرخه علم و عمل رخ میده، سوال اینه که اینا چی کار کردن که برای جهنم خلق شدن؟ اینا یه کاری کردن. اصلا معنی این آیه نیست که ما از اول بسم الله اینا رو برای جهنم خلق کردیم. ادامه داره آیه. ادامهش باید نگاه کنین دیگه. سوال اینا چی کار کردن که شدن خلقت جهنم؟ جواب یه میدونین چی کار کردن؟ یه سیر کردن. سیرشون چجوری بوده؟ دو تا مطلب تو پاسخ این سوال داره ادامه آیه. مطلب اول بیان خصوصیات اعالی جهنمه که اینا چجوری هن. مطلب دوم دلیلشه که ما اینو میخواییم، چرا جهنمی شدن. میگه حالا یه کمی صبر کن. مطلب اول اینا چه خصوصیتی دارن؟ میگه خصوصیت اهالی جهنم اینه، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی لا یفقهون بها. وقتی شما به موارد استعمال قلب در قرآن کریم مراجعه میکنید، قلب مبدأ ادراک و اندیشه انسانه. در قرآن به مبدأ ادراک و اندیشه انسان میگن قلب. کار قلب یافتن و تجربه کردنه، همونی که دوستی و دشمنی رو باش احساس میکنید، حب و بغض رو باش احساس میکنید، همونی که عشق رو باش تجربه میکنید. آدم عشق رو با کلش تجربه نمیکنه، با قلبش تجربه میکنه. تو این قلب نیستا، ولی عجیب ارتباطات جان با جسم که وقتی آدم اون ناراحتی ها رو پیدا میکنه روی همین قلب هم اثر میذاره. حالا چه ارتباطی بین جان و جسم پس اونو من نمیدونم. یفقهون از فقه به معنای فهم عمیقه. در لغت عرب به فهم عمیق میگن فقه. علت این که به فقه هم میگن فقه اینه، ما تا اون استعمال ثانویشه. نتیجه این دوتا جمله که اینجا نوشتیم اینه که آیه رو باید اینجوری ترجمه کنید. لهم قلوبون یعنی اهالی جهنم قلب، یعنی مرکز ادراک و یافتن و تجربه کردن دارن،
ولی قلب رو که مرکز ادراک عمیقه برای این کار به کار نمیگیرن، قلبشون رو به کار نمیگیرن برای ادراک. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن، چشم ابزار دیدن و بصیرت یافتنه، ولی اونا چشمشون رو برای بصیرت به کار نمیگیرن. لهم آذان لا یسمعون بها، اهالی جهنم گوش دارن، ولی گوش که ابزار شنیدن، گوش برای شنیدن و پذیرفتنه، ولی گوششون رو برای پذیرفتن به کار نمیگیرن. من انشاءالله شب 22 راجع به گوش میخوام صحبت کنم و پذیرش، که خیلی اون گفتگو حائز اهمیته. اولئک کل انعام، اینا مثل چهارپایانن. ببین مثل چهارپایانن یعنی چی؟ یعنی قلب و چشم و گوش ابزار دسترسی به معارف والای انسانی هن. قلب و چشم و گوششون رو فقط برای امور حیوانی به کار میگیرن. خب این چهارپا هن دیگه، چهارپا هم چشم داره، قلب هم تازه داره، احساسات داره، بچهش رو دوست داره. چهارپا چشم داره میبینه، گوش هم داره میشنوه. خب اینا برای همینا به کار میرن، پس مثل چهارپا هن. اما نه، مثل چهارپا نیستن، بل هم اول. یکم به این کلمه نگاه کنید، یه ترجمه خاصی داره. حیوانات قلب و چشم و گوش دسترسی به معارف والای انسانی رو ندارن. قلب و چشم و گوششون برای زندگی حیوانیه، همونجا هم ازش استفاده میکنن. پس حیوانات در مسیر خلقت خودشون در حرکتن و گمراه نیستن. اما انسان ابزار دسترسی به معارف والای انسانی رو داره. اگه از این ابزار بهره نبره ازله. شبای پیش عرض کردم یکی از استعمالات مهم افعال تفصیل معنای کانونی و مصدریه. بل هم ازل یعنی در کانون گمراهی هم، توی خود سرچشمه گمراهی هم. بل هم ازل. خب حالا مهمترین جمله آیه آخر آیه اومده. شما میگید که خب تا اینجا فهمیدیم که یه عده جهنمی هن. جهنمی کیه؟ اونایی که قلب و چشم و گوششون رو به کار نمیگیرن. خب سوال، چرا اینا گرفتار این بلیه شدن؟ بخش پایانی دلیل از کار افتادن قلب و چشم و گوش و قرار گرفتن در کانون گمراهی رو بیان میکنه. شما میپرسید چرا؟ میگه اولئک هم الغافلون. اولای کامل غافلو میگه این گروه قلب و چشم و گوش دسترسی به معارف والای انسانی رو ندارن، به این دلیله که گرفتار غفلت هم. گرفتار غفلت هم. دارن و ندارن، دارن اصلش ولی ندارن چون کار نمیکنه. اگه به انتهای آیه نگاه کنید، از این وری حالا بخونید آیه رو، این پیامو دریافت میکنید. غفلت قلب و چشم و گوش رو از کار میندازه. با از کار افتادن قلب و چشم و گوش درک عمیق، بینایی و شنوایی مؤثر از دست میره. انسان در کانون گمراهی قرار میگیره، به سمت جهنم سیر میکنه. آیه اینجوریه ترجمهش. پس خیلی کار مهم میکردیم توی این 40 دقیقه، ریشه دردمون رو پیدا کردیم. مهمترین کار پزشک پیدا کردن درده. پیدا کردن درد قبل از درمانه. درد رو پیدا نکنه چه درمانی بکنه؟ عوضی درمان میکنه، پدر آدم رو در میاره. لقد زرعنا لجهنم کثیرا. حالا ببینید آیه براتون عوض شد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. رسیدیم به چالش اساسی. فقط طرح میکنیم، پاسخش فردا شب میدیم. راه علاج بیماری غفلت چیه؟ ولا جلوگیری از سیر جهنمی شدن. ببینید این چالش خیلی مهمه. ابدیت ما در گروه این چالشه. ما مرغ باغ ملکوتیم. سیر ما، پرواز ما، عروج ما در گروه پاسخ این سواله. اگه پاسخ این سوال در اقصا نقاط عالم باشه، آدم مجبور باشه پیاده تا اونجا بره، اقیانوس‌ها رو شنا بکنه،
از دره ها و کوه ها و آتشفشان ها رد بشه، باید رد شه پاسخ این سوال رو پیدا کنه که راه علاج بیماری غفلت چیه. پاسخش در این کلام خداونده، وذکر ربک فی نفسک، پروردگارتو در جانت یاد کن، تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول، به زاری و به آواز بلند، آهسته نه با صدای بلند، بالغدو و الاصال، بامدادان و شامگاهان، این تعبیر ناظر به دوام ذکره، ولا تکن من الغافلین، در جمع غافلان نباش. آیه از ما طلب میکنه که راه نجاتتون دوام ذکر در جانه و پرهیز از غفلت. میگیم مشکل دوتا شد، مشکل رو حل نکردم که من، تازه همون رو تکرار کردم، گفتیم مشکلمون غفلته، راه حلمون نداشتن غفلته، این که نشد راه حل که. سوال اینجاست که دوام ذکر در جان رو چیکار کنم؟ شاید فردش رو عرض میکنیم که این چه جوریه؟ یه سیر عجیبی داره. مرهون بیان مرحوم علامه طباطبایی هستیم در تفسیر البیان، ان شاءالله اونجا میگم که راهش چیه. اجازه از علی نباشد به جهان، گره گشایی به جز از علی نباشد به جهان، گره گشایی طلب مدد از او کن، چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی، در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی. آی 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 آی، بشناختم خدا را، چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی، اگر از علی جدایی، به خدا نبرده ای پی، اگر از علی جدایی. علی حقیقت حق، علی ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی، همه اون هم چو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جهان گره گشایی. نسألک اللهم و ندعوک بسمك الذي من اعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.